هنوز حرف شتر تمام نشده بود که فوری زاغ و گرگ و شغال یک صدا گفتند: آفرین بر تو ای شتر که این سخن را از روی کمال انصاف گفتی، و چون گوشت تو بسیار شیرین و مقویست و برای مزاج شیر سازگار است، بدان که با این وظیفه شناسی نام نیکی از خود به یادگار گذاشتی. پس همه با هم به جان شتر افتادند و شتر که از این ماجرا حیران و متعجب شده بود دم نزد تا او را پاره پاره کردند و خوردند. این بود عاقبت شتر خوشباور که از کار کردن فرار کرد و به وعده های شیرین دشمن فریب خورد. گربه پیرزاد.